برخی صرفا آن را اختشاش می دانن. که من شخصا به عنوان یک دانش آموز مدرسه سیاسی در واقع کلمه اختشاش اصلاً من نمی در در شیوه های جدید حکمرانی من نمی‌دونم دانم چه معنی داره اما اعتراضی که شاید به خشونت کشیده بشه این اختشاشاتی که در واقع نامی در همون اعتراض دارند زر بنده حالا این رفتارها در واقع رسیده به نهاد روحانیت یعنی به نوعی یک بیانیه سیاسی دارن میدن یا هر چی ما نمیدونیم رسیدن مثلا یک روحانی که در یک کتابانی داره عبور میکنه اعتراضشون از طریق پراندن امامه آن روحانی در واقع نشون میدن روحانیانی که در واقع میشه گفت که شاید هیچ دخالتی آدم که نمیدونه شاید هیچ دخالتی در شرا... به وجود آمدن شرایط کنونی هم نداشته باشه خیلی هم روشنه کسی که مثلا توی خیابون فری در یک محلی فقیر نشین داره قدم میزنه آنچنان تقصیری در واقع در این مسائل نداره این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله من فکر کنم پاسخ این سوال شما رو تو اون بخش اول دادم چون مردم ما پشتوانه الزامات قانونی که برخلاف عرف پذیرفته شده جهانی و حتی داخلی و اخلاقی هست الزامات قانونی که برخلاف عرف پذیرفته شده جهانی و حتی داخلی و عرفی و اخلاقی هست را روحانیت میبینه دلیلش هم این است که اگر قانونی در این کشور تصویب شد که نظرات حوزه و روحانیت و مرجعیت برخلاف او بود میبینیم مرجعیت سرصدا میکنه چند نفر خانم که میرن توی یک استادیوم بله از حوزه صدا در میاد بله. در حوزه راهپیمایی میشه طلبه ها با اسلام ها سر میدن پس معلومه که این چون به اونجا مرتبطه و مردم او رو یک مجموعه مستقل نمیبینن که هر جا احساس کردن بدعتی خلاف دینی داره صورت میگیره او بخواد بیسته و اعتراض بکنه و همه هزینه های این اعتراض رو بپذیره لذا در یه همچین مواقعی به یک چنین کارهایی که شما اشاره کردید اقدام میکنن این خطرناک نیست و و این نکته رو بایستی بهش زمینه بکنیم که دیگه مردم فرق نمیگذارند. مثل وقتی که یه زمان امام گفته بود یک پلیس خطا نکند اگر یه پلیس خطا کرد مردم نمیگن فلان پلیس داشت به روحانیت میگفته میگو همچنان که اگه یه پلیس خطا کرد مردم میگن پلیس ها چنینن اگر یک طلبه خطا کرد طلبه ها و روحانیت زیر سوال میره امروز هم مردم این تفکیک رو نمیکنن من نمیگم این کار درست است یا غلط است که نباید این کار بشه باید ببینن که اما وقتی که این مردم زمینه ای برای بروز اعتراضات و سوالاتشون نمیبینن ما مهمترین سوالمون از حاکمان این هست آقای عبداللهی به این یک سوال هنوز پاسخ ندادن که این مردم اگر اعتراض دارن غیر از صندوق رأی که اگر حاکمان هوشیار باشن خود صندوق رای رأی نشانه بزرگ همراهی و یا عدم همراهی این مردم که تو این دوره نشون دادن اما حالا اونا رو توجیهاتی میکنن که نه آقا کرونا بوده است چه بوده است ما در مقایسه با نمیدونم آراء جهانی کجا هستیم و از این حرفایی که گوش من و شما هم پر خب حالا اگر این مردم انتقادی دارن اعتراضی دارن شما یک جایگاه تشک... تشکیل دادید قانونی کردید که مردم بیان اونجا آیا گفتید آقا مثلا در روز فلان تاریخ فلان ماه فلان مردم بیان تو استادیوم آزادی اونایی که معترضن بیان تو میدون آزادی اونایی که معترضن ما ببینیم چقدرن امنیتش هم ما تأمین میکنیم نمیذاریم هم این اعتراضات به انتقادات هر که هر اعتقادی داره با یک بیلبوردی تابلوی بیاد همراه خودش شما این کارو نکردید شما وقتی که دلسوزان نظام از استادان برجسته دانشگاه تو شخصیت های حوزوی ما اینجا باید این مسئله رو هم ازش قفلت نکنیم که ما امروز در حوزه بله، منتقدین بله. فراوان و زیاد و تحصیل کرده داریم شخصیت هایی که در فقه مراتب بالای تحصیلات رو دارن دروس خارج سنگینی دارن شخصیت های تراز اولن در جایگاه خودشون در جایگاه تدریسی اونها الان منتقدن مقاله هاشون سایت هاشون کانال هاشون مشخص حرف هاشون یاد هاشون مقاله هایی که دارن کتاب هایی که نوشتن تو این زمینه شما چه جایگاهی برای این انتقاد و اعتراض گذاشتید که بعد این اعتراضات به اقتشاشات به قول شما کشیده نشید شما میگید آقا اینجا اختشاش کردن زدن بانکو چه کردن زدن نمیدونم مامور ما رو کشتن با اسلحه سرد آمدن با اسلحه گم ما مجبوریم بزنیم خب آیا روز اولی که این مردم آمدن با اسلحه آمدن با شعارهای حتی تند آمدن چرا شما نمیخواهید این مفهوم رو بپذیرید که عده بسیار زیادی ما میتونیم ادعا بکنیم بالای پنجاه به علاوه یک چون خودتونم تو آمارهاتون دارید اگر چه رونه میکنید نه. کاری نداره من حاضرم بر این سخن تاوان بدم اگر اشتباه میکنم که آقا بالای پنجاه درصد این مردم به سیاستهای حاکمیت معترضند انتقاد دارن کجا باید اولا یا اولا و ثانیا نمیشه نداره اولا کجا باید این انتقادشون رو بگن ثانی وقتی انتقاد کردن شما چگونه انتقاد رو میپذیرید و اجرا میکنید چون تازه انتقادم بکنن بگیم خب بله ما فهمیدیم که 60 درصد مردم به سیاست های حاکم معترضن متق... مت... منتقدن خب به قول ما طلبه ها سمم مازا بعدش چی؟ همین انتقاد تو دنیا اگر دیدن مردم منتقدن تصحیح میکنن سیاست های اشتباهشون رو یا حداقل اشتباه هم نکن مثلا ما اینجا کاری به اشتباه دو ببینید دو تا بحثه یه وقتی آیا یا این سخن در جایگاه خودش اشتباه هست یه وقتی هم میگیم آقا این مردم نمیپذیرن شما حکومتتون همه ادعای این حکومت و این حاکمیت به پشتوانه مردمی بوده امام یه روزی فرمود میزان رعی ملت هست آیا میزان رعی ملت هست فقط زمانی که به من و منویات من رای میدن میزان رای ملت است اگه یه روز مخالفت با من ردیگه دیگه اون میزان روز میزان رای ملت نیست خود این قصه هجاب و مبارزه با هجاب اجباری فرق است بین کلمه مبارزه با هجاب و مبارزه بله. با هجاب اجباری بله همینو من عرض کردم. ما بایستی این رو بدانیم و متوجه بشیم که بسیاری از زنان و دخترانی که میخوان روسری رو از سر بردارن این یک نمادی است و یک بیان اعتراضی است خود این یک به اصطلاح تابلو است برای یک چیز دیگری و اون چیز دیگر چیست و اون چیز دیگر است که آقا در این کشور شما منکراتی به مراتب منکرتر و زشتر از بیهجابی دارید فرض کنیم بیهجابی یک منکره حداقل به نظر روحانیت و به اصطلاح گفتمان حاکم این یک منکر آیا منکرها در نگاه دینی طبقه بندی و درجه بندی هست یا نیست ما منکر مثلا قرآن میگه ول فتنه تو اکبر من القتل فتنه انگیزی حتی از آدم کشی بدتر تره. و اشد من الزنا. زنا خیلی گناه زشتیه ولی میگه اگه پشت سر یک مسلمونی غیبت کرد یا آبروشو بردی زشتی اون گناه از این بدتر درست شد آیا اختلاس رشوه کمکاری بیکفایتی کسی که این کاره نیست و شما این پست به او میدید تو همین دولت فعلی یا دولت های قبلی مثلا کاری به نوع دولت ها ندارم بسیاری از کسانی که در رأس اون این کاره نبودند و شما فرق است بین ناکارآمدی و بیکفایتی ناکارآمدی یعنی شما سر یک مسئله ای به یه دلیلی منفعت طلبانه یا 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 یه کاری رو بد انجام میدید راننده ای که راننده است بد رانندگی میکنه عمدن میخواد حال مسافرین رو بگیره میتونه خوب رانندگی کنه یه مسافری نره کشیده و راننده رو برده حال راننده میخواد بعد رانندگی بله. حالمون رو بگیر کنه یه راننده نیست و این فرمون دادن به اون که کسی راننده حد اکثر یه پراید یه پیکانه به قول آقایون پای دو داره یه اتوبوس رو بدیم دستش که این دیگه امروز تو دنیا در مسائل تخصصی کارآمدی دنیا کاملا واد اون روش میگن دیگه بیکفایتی نمیگن ناکارآمدی شما هم مسئولین بیکفایت داری هم مسئولین ناکارآمد خب چطور است اونجاها شما صداتون در نمیاد اونجاها اسم گشت ارشاد نمیگذارید مبارزه نمی کنید در کدام من به این سراحت دارم میگم در کدام اداره جمهوری اسلامی است که رشوه نباشد شما یه اداره نشون من بدید که یک کسی یک کمی اون راندمان کاریش بالا باشه یه مقداری به اصطلاح مسائل مالی که اونجا بخواد انجام بده از حد معمول بالاتر باشه و گرفتار رشوه و حق حساب نباشه یه دردره هر کسی تونست نشون بده من به او جایزه می که قطعا نیست چون من خوب خبر دارم تمام مردمی که با ادارجات مختلف سر و کار دارن با ما ارتباط دارن اگر نمیتونن به قول شما مستقیم بگن به ماها میگن خب آیا این گناهش اسوع و بدتر و منکرش انکر از بیهجابی نیست؟ چطور شده اونجاها حاکمیت ساکته؟ یک بار رهبران ندیدیم یه فریادی بکشن سر این این همه ادارجات و تازه بعدم یه پیگیری بکنن چرا این معمول رشوه میگیره چون به زندگیش نمیرسه خیلی واضحه <تصفح> آیا کسی از پول بدش میاد مگه آمریکایی یک اروپایی از پول چرا اونجا به این اندازه رشوه نیست چون زندگیشون تامینه دخل و خرجشون با هم میخونه شما ببینید از زمانی که تو این کشور تورم به وجود آمد تورم چند درصد رشد کرده سکه چقدر بالا رفته گوجه فرنگی چقدر شده رب گوجه چقدر شده سکر هم مثال نزنیم که آقا بله رب گوجه سال 57 چقدر بوده از الان ما نمیدونیم هنوز دم خونه آقای احمد نژاد. گوجه بله. از اون هست یا نه ولی به حتی به قول شما دم خونه ریاست جمهور ها به خصوص بله. منزل آقای احمد کنار منزل آقای احمدی نژاد ها <تصفح> بله و آیا به همون اندازه حقوق مردم هم روش کرده؟ این خیلی واضحه نه. دیگه شما تازه یکی از چیزایی که امام علیه شاه همین فقر و فلاکت مردم بود خب قرار بود که دو دولت ما دیگه فقر و فلاکت نباشه بعد شما میان یهو اینو میندازین رو گردن دشمن که چون زمان شاه که تحریم نبود ما تحریمه شاه که هشت سال جنگ نداشت ما جنگ داریم شاه که علیش این همه توتعه نمیگین حرفها چیه؟ این حرفا اصلا دیگه به کت مردم نمیره چون اولا بسیار از تحریبا رو خودتون با قصر شدیم ما تو حوزه یک اصلی داریم میگیم الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار شما با این مردم اگه رفراندوم برگزار کردین که تا آخره تا قیام قیامت ما باید با آمریکا بجنگیم اگه مردم گفتن نه نمیخوایم بجنگیم میخوایم صلح کنیم میخوایم دو تا امتیاز هم بدیم مگه پیامبر تو صلح حدیبیه چند تا امتیاز نداد به کفار قریش به ابوسفیان خب شما اونجا میدونید دیگه وقتی که سهلنامه هدیبیا رو نوشتن پنج تا امتیاز پیغمبر دو, دو تا امتیاز گرفت همون روز خلیفه دوم براش افت از این دلواپسان بود اون روز که یا رسول الله اگر این از طرف خودته نمیپذیریم اگر از طرف خداست دیگه حالا میپذیر پیغمبر مجوز بگه نه با اینکه پیغمبر آیه نازل شده که از طرف خودش و هوا و هوس خودش چیزی نمیگه ما ینتقو عن الهوا که خود خلیفه دوم تو منابع اهل سنت آمده میگه من هر وقت یاد روز سل هده میفتم خودم خجالت میکشم و شرمنده میشم که جلو پیغمبر ایستادم دادم خب این تاریخ جلوی روی ماست اساسا صلح کردن یعنی امتیازی دادن و امتیازی گرفتن معنی نداره که ما بگیم نه ما هیچ امتیازی نمیدیم و بعدم شما تو همین قصه برجام تو دولت آقای روحانی این خلاف بود مذاکره ممنوع بود با دشمن بود و کسانی که میخواستن برجام رو به سمر برسانن خائن به وطن بودن ولی تو همین دولت شده مجاز شده آزاد و موفق نمیشن. شده به قول آقایون معمورن به مورد دستور خب این یک بام و دو هوا رو هم ما باید جواب بدیم به ملت دیگه وقتی میبینیم همه این انتقادها رو و در کنار اینکه که قضیه مثل حجاب حالا یک بحث دیگه است اون سوال آخر شما که ما آیا چیزی رو که به عرف در دستورات دینی معروف گفته شده نگفته حق و باطل نگفته امر به حق نهی از باطل گفته امر به معروف معروف را آقایون چی معنی میکنن؟ معروف رو میگن یک زیبایی شناخته شده یک چیزی که در جامعه به حوض و زیبایی شناخته شده باشد منکر یعنی یک چیزی که به زشتی در جامعه شده شناخته شده باشد آیا شما اومدین هجاب رو به عنوان یک معروف اول معرفی بکنید به تایید برسونید به تایید عمومیت جامعه برسونید مثل اینکه الان شما به یک کسی بگید که آقا آشغال ریختن در خیابون همه میگن همه منکر, منکر. بله منکر. همه میگن منکر در عین اینکه منکرم هست بله باطلم هست کار زشتیه کار باطلیه در مقابل حق شما نگاه کنید ما یه قانون داریم اناس مسلطون علا امواله این تو بحث فقه و در بحث تجارت حدیثی است که بسیار مورد استناد قرار میگیره ولی همین اناس مسلطون علا امواله مردم سلطه دارن بر مال خودشون هر جور میتونم میتونن مصرف کنم. این موبایل مال بنده است میخوام بفروشمش میخوام ببخشمش میخوام بندازمش تو سطح اسراف بکنم حتی تا جایی که به اه, منافع عمومی لطمه ای وارد نمیزن هیچ کسی نمیتونه آقا شما موبایلتون داشت کار میکرد خوب بود چرا انداخت سطح آشغال به شما چی مربوط بود مست... میگم آقا طبق الناس مسلطونه میخوام وقفش کنم به هیچ کس مربوط نیست اما شما پشت این ماشین نشستید ماشین خودتونه به عنوان انناس مسلطونه علا انواله نمیتونه هر سرعتی که خواستی برید اینجا قانون و شرع و عرف هر سه تا جلو شما رو میگیره میگه چون اگر شما حتی کمربند نمیتونه بگه آقا من کمربند نمیبندم وقتی که الزام بستن کمربند و جریمه بستن همه مردم پذیرفتن هیچ کس علیه راه نما... را پیمایی نکرد اعتراض نکرد که آقا ما میخوایم تو ماشین خودمون آزاد بله، به شما چه مربوط بود بله. ولی میبینیم اون خانومی که نمیخواد تو ماشین روسری سرش باشه اونجا اعتراض میکنه چرا؟ چون شما سیستم تعلیم و تربیت شما ببینید ما در نه تنها در اسلام من فکر میکنم تو همه قوانین کشورها باشد شما برای اینکه مردمتون رو به یک قانونی موظف به اجرا بکنید اول باید فرهنگ اون قانون رو جا بندازید فرهنگ بستن کمرمند که از اولی که ماشین تولید شد که نبود علال بعد بعدها آمد و مردم دنیا این فرهنگ رو پذیرفتن ما هم امروز پذیرفتیم یه روزی اگه تو تهران کسی کمرمند گفتن مسخرش میگن که اینو ببین کمرمند الان واقعا کسی نبنده الان نبنده الان دیگه مردم از ترس قانون هم نیست که میبندن این فرهنگ جا افتاده شما چطور نتونستید شما که میگید آقا چون همین که عرض کردم چون یک مسئله است که سر در جاهای دیگه داره یه مسئله چند شعبه است <laughs> یه بعضی مسائل تک شعبه ایه خودش هست و خودش اگر کسی مشروب خورد پشت رول نشست این همه دنیا میگن این با... دنیایی که مشروب رو آزاد میدونه میگه شما حق نداری میدونه دیگه شبای یک شنبه من دیدم تو اروپا بله. وای بودم دیدم یهو عین جایی که وای میسن ماشینا رو کنترل میکنن یهو جاده باریک شده ترافیک چه خبره میگن دارن اینجا میزان مشروب خوری رو کنترل میکنن یه دستگاهی میذارن که این اگه از یه حد بالاتری شما مصرف کرده باشی معلوم میشه و باید بزنی کنار رو یا جریمه ملید. داره بات. مردم دنیا پس علیه این هیچ وقت تظاهر نمیکنن آقا ما میخوایم مشروب بخوریم به شما میگه نه شما اگه تو خونت مشروب خوردی و اون شب تو خونه موندی مستم شدی به کسی لطمه ضرری نزد پشت فرمان بشینی برای جامعه خوش پشت نشستی مسئله حجاب از این نوع دومه کسی تو خونهش خواست بیا باشه کاری نداره اما میبینه شما همه منکرات دیگر رو رها کردید یا حساسیتی که باید داشته باشید ندارید به این یه دونه خیلی گیر دادین بارها راهپیمایی کردید نهی از منکر کردین ماشین ها رو توقیف کردید زنا رو میخوان جریمه بکنین چه کردین تا جایی که به مرگ این دخترم انجام میده خب اینجا میشه یک مسئله چند شعبه یعنی این آدم با برداشتن روسریش میخواد سه تا اعتراض دیگه هم به شما بکنه و شما اگه نگرفتید این اعتراض ها رو این پیام ها رو نگرفتید اون وقت بایستی به عواقبش تن بدید دیگه آقا ما وقتمون هم کمه شما هم بله. که جلسه بعدی رو دارید عرضم به حضورتون دو تا پرسش میکنم که اگر لطف کنید و مختصر بفرمایید خیلی ممنون میشم شعارها به سمت رهبری است و این دیگه چیزی نیست که آدم بپوشونه و بیان نکنه از دولت ها نمیدونم از مسئولین عبور کردن کسی کاری نداره حتی به شوخی میگفتن آقای رئیسی اینقدر منتظر بود که یکی یه شعاری علیهش بگه ناسزایی بگه نگفتن رفت دانشگاه از زهرا آقا تو رو خدای چیزی به من بگید با اونجا هم نگفت جای شما جایی که شما نشستید آقای تاج نشسته با من صحبت کردن خانم پاهزه هاشمی نشسته ما این پرسش از اونها هم کردیم که طرف صحبت شما امروز کیه و هر دو نفر گفتنیم اگر بخوایم با کسی صحبت کنیم و پیشنهاد بدین دل سوزانه ما رهبری رو در واقع انتخاب خواهیم کرد برای طرف گفته شما اگر نظر دل سوزانه یا پیشنهادی و یا راهکاری دارید چه کسی رو مخاطب قرار میدید ببینید ما در این کشور با ساختاری که تعریف کردیم و بر اون اساس انقلاب کردیم و تو این سه ساله بر همون اساس حکومت کردیم ساختاری است که در او یک رهبری در قانون اساسی با اختیارات نسبتاً فراوان و به تعبیر اصطلاح فقهی معروف خودش ولایت مطلقه در او آمده اما این ولایت به معنای صاب اختیاری به تمام معنا کیف ماکان لا یسأل و اما یفعل نیست این قطعی است یعنی شما در حوزه علمیه از کسانی که پر طرفدار ترین اونایی که سوادی دارن او الهی چهار تا طلبه که تازه باید برن یا کمی درس بخونن اونا نه یا چهار تا دانش آموز و دانشجویی که الفبای رو نمیدونن و علکی سینه چاک میکنن اونها نه اونهایی که استخون خورد کردن اونهایی که به قول ما طلبه ها متزلع این هستن این ولایت رو به معنای یک نوع وکالت معنی میکنن اون هم وکالت فقهی آنچنان که این دایره به شما اجازه میده و در نتیجه اگر از من یک پیشنهادی بخوان من با تجربیاتی که دارم با مطالعاتی که دارم با پرسجویی که از بزرگان این رشته کردم میخوام ارز بکنم اگر بخواهیم مشکلات این کشور بالای پنجاه درصدش حل بشه برای دور بعدی رهبری بایستی رهبری موقت تعریف بکنیم ما رهبری دا... اصلا این... این, ریاست جمهوری این چهار ساله از اون بشه هشت ساله این چهار سال است اون بشه 6 ساله این چهار سال اون میشه حد اکثر 10 ساله ده سال بعد حتی اگر این رهبر رهبر بسیار بسیار موفقی هم بود این این شما اگر رئیس جمهور خیلی موفق بود چیکارش میکنه نمیگن شما ادامه, بدید؟ بده شما میدونید دیگه در بایدام. بایدام. زمان دور دوم آقای هاشمی یک تئوری مطرح شد شاید مثلا ته آقای هاشمی هم دوست داشت. بله, نه خیلی مخالف این نبود حالا ته که میگم یعنی با بعضی از حرکت ها و رفتارهایی که ما دیدیم حالا شاید هم اشتباه میکنیم که آقا یه دوره دیگه هم شما که این همه زحمت کشید و بالاخره سردار سازندگی هستید و چه هستید و چه هستید ادامه بدید که گفتن نه قانون همین است اگر بشود که میشود که میشود شود اینکه وحی منزل که نیست که ما بتوانیم این کار رو بکنیم اون وقت خواهید دید که بالای 50 درصد مشکلات خود به خود حل میشه چگونه حل میشه میذاریم برای یک جلسه دیگری من معتقدم حل میشه به عنوان یک تئوری دیگه این که برد. چیز جرم نیست که این حرف که لذا اگر ما بخواهیم سوالات از مردم اینجور حس میکنن که اگر ما بخواهیم سوال نه مردم حتی خواست این سیستم استادان تاپ دانشگاه شخصیت های بزرگ حوزوی بخوان سوالات اساسی وقت سوال میگه خب گوجه فرنگی چرا قیمتش این از پرا چرا قیمتش اونه خب اونجا میرن از دولت ها سوال میکنن معلومه اما اگر سوال و این دعوای این مردم مال این نیست که چرا گوجه فرنگی گرونه میگن یه ریشه ای داره ما به اون ریشه هاش داریم میپردازیم اون ریشه هایی که یک بام و چند هوا درست کرده و اونجا میگن سوالات اصلی رو باید ما از تصمیم گیران اصلی نظام که پشت صحنه این شورای نگهبان چگونه میاد آقای علی لاریجانی رو رد میکنه با اون همه سابقه های سنگین در اجرا و اون همه سرسپردگی به خود این نظام بله واقعا <applause> ولی کسانی رو میپذیره که اصلا در مقابل تجربه او دانش او اعتقادات او به این نظام شاگرد دوام حساب نمیشه این یک سوال جدیه دیگه آیا میتونه شورای نگهبان بیاد بگه که چون پسر او در نمیدونم آمریکا داره تحصیل میکنه دختر او در کجا خب شهردار فعلیتون هم دخترش در همون کشورها هست دیگه و خیلی از مسئولین بله، بله. دیگر و تازه باشه این،, این،, کجای قانون آمده که این اشکال داره بله. کجای این قانون شما یه استناد قانونی استناد شرعی بیارید خب نمیتونید جواب بدین و بعدم کسی نیست که از شما بپرسه مردم هم بپرسن شما پاسخگو نیستید به مردم در کجای اسلام آمده که ما یک مجموعه ای داریم که هیچ گونه پاسخگویی نداره فقط در قیامت میتونه پاسخگو باشه ما هم چیزی نداریم در اسلام امام تو بسیار گفت تو پاریس هم اینو فرمودن بعدا هم فرمودن مستنداتش هست که نه ما حاکمیتی نداریم که مستبد باشه استبداد یه معنیش دیگه یعنی یک گروهی یا یک شخصی تصمیمی بگیرن بدون پاسخگویی و هیچ گونه سوال رو هم موظف نباشن پاسخ بدن این همون میشه استبداد دیگه و بعد هم یه عده متملق و چاپلوس هم پیدا بشن به قول مولانا گفت که فرعون هم از اول فرعون نبود از وفور مدها فرعون شد از بس متملقین و چاپلوس ها آمدن حضرت امام یه جمله دارن که رزاش هم از اول اینجور نبود جالبه ای این تو فرمایشات امام است. او هم که اول آمد سر اصلا تو روزه می اومد شرکت میکرد چکمه هاشو میداخت رو دوشش بعد شد مخالفت با بلد. اصلا حاج آقا گویی انسان مستعده انسان مستعد بله ما روانشناسی آدم روی خورده مطالعه کنیم این خیلی واضحه علی با همه عظمت و اسمتش میگه اگر دیدید من غیر از اینی که آمدم روزی که دارم از این سیستم میرم بیرون بدونید که من اموال شما رو بردم و اشتباه کردم خلاف کردم غارت کردم اون مرد که یه وقتی رهبری گفته بود ماها رو مقایسه نکنین با ایشون ما کجا و قنبر غلام او کجا نه. خب وقتی که ما اینو قبول داریم چرا نمیخواهیم و نمیپذیریم که یک راهکارهایی بگذاریم تا آرامش به این ملت بدهد ما برای اینکه این ملت بماند این ایران بماند این نظامم بماند میگوییم راهکارهایی که اغلای این قوم بزرگان این و دلسوزان این مجموعه دارن اینهاست خب باید بشینیم و اینها رو به گفتگو بگذاریم و عمل کنیم و پیاده کنیم و خواهیم دید که ملت شما دیگه نه اعتراضی خواهند داشت این چنین و نه اعتراضات به اختشاش خواهد کشیده شد آنچنان شما خیلی دیپلماتیک با رهبری صحبت نکردید ولی خب یه پیشنهادی در واقع داشتید در مورد موقتی بودن رهبری در آینده یا معدود بودن سالای اوکرانیش و البته مکانیسمایی حتما مد نظر دارید که اینجا واقعا وقتش نیست بله کیونه. بعد با ریزکاریاشو بعدا بله نمیستیم. و در مورد رفراندومی که خیلی الان معتقدن که خصوص جبه اصلاحات اعتقاد دارن که الان رفراندوم البته فکر نمی کنم الان بحث رفراندوم اون اصل 59 رو مد نظر داشته باشن که به موارد جزئی جزئی میپردازه اگر در واقع فرصتی به رفراندوم داده بشه شما موافق هستید بله, بله. در مورد رفراندوم در تعیین اوکراینی ما،, ما تو همین قانون اساسی همین قانون اساسی که مورد تصویب این ملت و مورد اجرا و تصویب همین نظام هست میبینیم داره با سیستم یک بام و دو هوا به بعضی از اصولش به شدت داره عمل میشود و به بعضی از اصولش کاملا با فراموشی و با قفلت و نادیده گرفتن داره عملش رحلی. همین رو بتونیم ما پیاده بکنیم میبینیم که بسیاری از مشکلات و معضلات نظام کم خواهد شد و عجیب این که مسئولین نظام علال قاعده موافق این هستن که این مردم و این نظام آرامش داشته باشه شما در این نظام تو همین یکی دو ماهه چقدر هزینه نیروهای امنیتی شده برای مقابله با این اعتراضات و اختشاشات چقدر هزینه شده چند میلیارد در زمانی که سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی بود که گاهی در یه نقطه تهران می ایستادید در یک نقطه می ایستادید سه تا بنر جلوی دید شما بود بنرهای بزرگ چند میلیونی در همون روزها یه مدرسه در دماوند مدیرش با من تماس گرفت که ما یه مدرسه دولتی هستیم یه دستگاه کپی نداریم برای تکثیر سوالات امتحانی بچه ها و من گفت این آدرس ماست این تلفن ماست شما کسی بفرستید ببینه و من واسطه شدم از یک نفر خیر که اون روز فکر میکنم مثلا نمیدونم دوازه میلیون 15 میلیون چقدر داد تا یه دستگاه خریدیم و بردیم اونجا خب نمیشد پول مثلا یکی از این بنرها رو داد زیر اون دستگاه هم نوشت که آقا این هدیه شهید است به این مدرسه خب این که بیشتر محبت اون شهید رو تو دل بچه ها میکاشت چرا؟ چون تد ما خیال میکنیم همونی که چند نفر بیان و با تملق با بله قربانگویی بدون گفتن انتقادهای حقیقی و رو دروایسی کنار گذاشتن رو سی مطالب رو بگن من دی... کار کشور پیش میره می تجارت هم که... پشت این هست دیگه حالا من نمیرم سراغ اون مسائل <تصفح> بله اونا دیگه خیلی ها میدونن که پشت صحنه ها دیگه چه خبره ما حق نداریم ما حق نداریم هر کاری که خیال کردیم خوب است همون انجام بدیم پس دلسوزان دانایان تحصیل کرده ها شخصیت هایی که دنیا روی اونها حساب باز میکنن ما امروز ببینیم استاد جراح تراز اول این کشور اخیرا دیدید یک کلیپی درآمده آمده از آقای دکتر به نظرم فروزانفره اگه اشتباه نکنم این جراح جزو جراحان تراز اول قلب کشور داره انتقاد میکنه تو جراح که بعض مالیش هم خوبه بله. مشکلی هم نداره بله. که تو بهترین بیمارستان های تهران هم عرفان و کجا و کجا داره جراحی میکنه قطعا ماهی بالای صد میلیون هم درامدش الالقاعده او چرا اعتراض داره از سیریه یا از نگرانیه اگه از سیری بود که او خیلی کشورهای دیگه خواهان داره زندگی آرامتری هم داره الالقاعده پس معلومه نگرانه پس باید این نگرانی ها رو به رسمیت شناخت و به این انسان ها بها داد و حرف اونها رو شنید و عمل کرد. تشکر آقا وقت گذاشتید ما دیگه بیشترین از اوقات نشیم فقط آقا بیرون رفتید تو این کوچه ها موازه باشید. بله. امامی شما رو نپرانند. <تصفح> 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 نه مردم حالا هنوز که به ما سلام و احترام میکنن امیدوارم این که و مردم ما اهل تشخیصند اگرچه نفس این عمل رو ما انتقاد داریم و به مردم میگیم که به اصطلاح اگر اعتراضی به حاکمان دارند سعی کنند در همون قالب مدنیت خودش و قانونمندانه خودش و کار رو به توهینهای این چنینی و رفتارهای خلاف مدنیت نکشانند چون وقتی که یه وقتی اعتراض را به ابتزال می بله, بله بله اعتراض به قول شما به ابتزال بله. کشیده نشه یه وقتی آقای دکتر سروش یه بحثی مطرح کرده بود و یک نوع قداست زدائی از بسیاری از مقدساتی که واقعا مقدسه بالاخره ما تو دنیا هنوز هم مریم مقدس رو خارجی های به اصطلاح آتئیسم هم برهنه نمی نقاش مریم مقدس رو هم مقدس میکشن با یه حاله از به اصطلاح نور میکشن خب وقتی اینجوره ولی آقای ردو سروش تو یکی دو تا از سخنرانی هاش کاری میکرد که مثلا راجب امام حسین که تو آقا آمدی بکشی کسی که آمده بکشه پس آماده کشته شدنم بشه در حالی که این حرف به قول ما طلبه ها سغرویان و کبرویان هر دو اشکال بعد من اونجا توی سخنرانی گفتم که آقا اگر شما مقدسات را هم از بین بردید چی میمانه برای این ملتی که اگر فردا خواست یک سوگند بخوره که آقا من راست میگم بشه به اون سوگند خورد امروز انجیل رو مردم مقدس میدونن تو قرب بعد از رونسانس و این همه سال بیدینی وقتی ملکه انگلیس میبره میبرن تو کلیسا میذارن جنازش رو خب باید می‌بردن تو میکده می‌گذاشتن گفتن آقا کلیسا همه پول‌ها رو خراب نکنیم همه بله. پول‌ها رو خراب بله. نکنیم به این ملت هم میگیم ما اعتراض رو به رسمیت می‌شناسیم حتی حقش من که خودم جزو منتقدین و معترضین هم سالهاست دیگه بله. سال مشخصه بله. بله. مشخص از موزگیری های من از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های من بله. ولی در این حال به جوان‌های عزیز به مردم نازنین به تحصیل کرده‌ها به دانشجوها به مردم کوی برزن و بازار با ت... کمال تواضع عرض میکنم که ما مسیرهای قانونی اعتراض تا اونجایی که میتوانیم و تا اونجایی که امکان داره همون راه رو بریم بره. و مطمئن باشیم یه روزی نتیجه, نتیجه خواهد داد. داریم. تشکر. سمانت تشکر سمانت خیلی وقت گذاشتید و خیلی هم مصطفیص شدیم باید. از بیانات شما.